کرونا و نگرانی از وضعیت زندانیان موضوعی است که امروز با خانم اکرم رحیم‌پور همسر آقای جعفر عظیم‌زاده در میان میگذاریم. آقای عظیم‌زاده الان چند وقتی است که در زندان هستند. سلام دارم به شما خانم رحیم‌پور، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو دادین که با هم دیگه باشیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان شما و ممنون. وضعیت کرونا متاسفانه بحرانی رو در سطح جامعه ایجاد کرده که حتی کسایی که در بیرون از زندان هستن توانایی مقابله با اون رو ندارن. وحشت زیادی هست که این بیماری به زندانها سرایت کنه و باعث یک فاجعه عظیمی بشه. میتونید برامون توضیح بدید حداقل از زاویه کسی که در بیرون هست و همسرش در زندان، شرایط چه در داخل چه در زندان به چه شکل هستش؟ ما خیلی نگران هستیم، خودمون که الان بیرون هستیم نگرانیم که برسه به آقای عزیزی که تو زندان هستن و هیچ گونه امکانات بهداشتی ندارن. وضعیتشون خیلی وضعیت خطرناکیه و دنبال پی اون نقشنامه‌ای که آقای رئیسی داد برای مرخصی دادن به زندانیان دیروز امروز مراجعه کردیم به دادگاه، جواب نتونستیم بگیریم. تازه به ما امروز گفتن که تا یک هفته دیگه معلوم میشه که به اینا مرخصی تعلق میگیره یا نه. با شرایط خیلی بدی که این زندانیا تو زندان دارن بدون هیچ گونه امکانات بهداشتی، مواد ضد عفونی کننده، شرایط خیلی سختی تو زندان هستن. ما هم خیلی نگران هستیم. بله، اشاره کردید به نامه‌ای که آقای رئیسی منتشر کردن. در اون نامه اومده که بخشن میتونن با دادن وثیقه آزاد بشن، منتها در بندی اضافه شده که کسایی که علیه امنیت ملی هستن یا 5 سال بالاتر حبس دارن اینها نمیتونه، شامل حالشون نمیشه. آیا این وضعیت رو چگونه، یعنی عکس العمل شما نسبت به این بند و این در واقع محدود کردن این وضعیت به چه شکل هستش؟ خب خیلی بده وقتی اینطوری محدود میکنن. الان همین شرایطی که توی این بخشنامه ذکر شده شامل حال آقای عظیم‌زاده میشه، چون محکومیتش 5 ساله و میتونه از این بخشنامه استفاده کنه و مرخصی بیاد. ولی با این که ما الان جور رو داریم میریم پیگیری میکنیم که جوابی بگیریم برای این که بفهمیم مرخصی بهشون تعلق میگیره یا نه، همه به ما جوابی ندارن. امروز هم من بودم، دیروز هم بودم، خانواده های دیگه هم نگران هستن و بودن، ولی هنوز هم جوابی ندارن. حتی اونایی که محکومیتشون کمتر از 5 ساله، مثلا 3 سال و نیم 4 ساله، هنوز به خانواده ها جواب درستی داده نشده که آیا میتونیم از مرخصی استفاده کنم توی این شرایطی که همه نگران هستیم. یعنی من هر لحظه که نگرانم که یه نفر توی زندان این ویروس رو بهش مبتلا بشه، دیگه همه زندانیا با توجه نبود امکانات همه زندانیا درگیر بشن. تنها کاری که ما وقتی زندان به خاطر مقابله با ویروس کرونا با برای زندانیا کردن یعنی که دیروز اومدن هر کدوم از زندانیا یک جفت دستی که یک بار مصرف با یه دونه ماسک دادن که این مرد میشه برای 2 ساعت، پس کسی یک بار مصرف میشه برای 1 بار، پس موارد دیگهشون چی میشه؟ الان 12 نفر توی اتاق دارن زندگی میکنن توی دوران باز سرویس حموم سرویس دشویی مشترک، دشویی مشترک، دشویی مشترک، بدون هیچ امکان مواد ضد عفونی کننده ای باشه که اینا بتونن ضد عفونی کنن، شرایطشون یه ذره بهتر کنن. شما همه مجال اون پیگیری هم هستیم که زودتر وضعیت ما رو مشخص کنن، بهشون مرخصی بدن بیان بیرون تا این شرایط کرونا تموم بشه، حالا بعدش از دوباره برگردونن زندان. ولی 2 روزی که ما داریم پیگیری این قضیه هستیم هنوز دوباره جوابی ندادن. اشاره به کمبود وسایل بهداشتی کردیم. ما دیروزم با مادر آتنا دائمی صحبت میکردیم، میگفتش که آتنا گفته که حتی یک قرص سردرد هم اینجا ما نمیتونیم پیدا بکنیم، چه برسه وسایل پیشگیرانه. آخه با یک ماسک و یک دونه دستکش که نمیشه مقابله کرد. آیا ترفندهای روشهای شکلهای دیگه ای رو میشه به کار برد به نظر شما که اینها رو وادار کرد که مسئولیت خودشون رو در قبال جان زندانیان بشناسن و بفهمن؟ بله، ما الان همونجا که به خانواده ها مربوط میشه، ما هم دیروز بودیم هم امروز بودیم،
خانواده همه زندگی سیاسی بودن، همه اعتراض داشتیم به این وضعیت که حالا با توجه به بخشنامه و امکانی که بهتون دارن که این وقت مرخص استفاده کنن، شما چرا تعرض میکنین و مرخصی ها را نمیدون؟ خیلی از سگاهاشون هم آماده است و سگاهاشون که دادسرا هستش خیلی راحت میتونستن امروز بیان بیرون، ولی هنوز جوابی به ما ندادن. ما میدونم این وضعیت هستیم که سومالی رو گذاشتن برای این که امسو کنن برای که زودتر از این وضعیتشون مرخصی بدن بهشون. هر کار که از دستون برمیاد دارین انجام میدین، ببینیم که نتیجه چی میشه، چه جوابی به ما میدن. خود این صدور این بخشنامه یک به هر حال یک قدم مثبتی است زیر فشاری که شماها و جامعه روی مسئولین آوردن. اگر این فشار بیشتر بشه شاید بشه نتیجه گرفت. آیا به نظر شما امکانش هست در کنار این فشارها خود زندان خانواده زندانیان سیاسی هم بتونن یه سری مواد رو مثل نمیدونم دستکش یا ماسک اگر پیدا بشه، چون اینجوری که صحبت هست پیدا کردن ماسک برای آدمای عادی هم غیر قابل، یعنی بیرون هم غیر قابل دسترسی هستش، آیا فکر کردین همچین فشارهایی رو بگذارین که حداقل این امکانات بیشتر و قابل دسترس باشه برای زندانیان؟ نه، همچین پیشنهادی رو ندادیم. با توجه به شرایطی که ما خودمونم که بیرون هستیم هر جا مراجعه میکنیم برای گرفتن دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی کننده، هر داروخونه هر جایی مراجعه میکنیم ندارن، میگن چی نیستش. ما که بیرون هستیم هیچ امکاناتی نداریم. یه ماسک ما تهیه کردیم، یه ماسک همینجوری دارم بودایی که میرم بیرون همون رو استفاده میکنم. از این نتیجه رسیدم که بشتم خودم توی خونه ماسک بزیدم برای اینکه بتونم استفاده کنم، چون پیدا نمیشه. بیشتر سعی رو میده که بتونم مراحتی میگیریم بیان بیرون که این شرایط تو زندان نباشم. بعد حالا اگه نتونستیم به نتیجه برسیم، امیدواریم که نتیجه برسیم و بتونیم مراحتی درش رو بگیریم. اگر نتونستیم نتیجه برسیم بعدا ببینیم میتونیم چیکار بکنیم که شرایطشون یکم تو زندان بهتر باشه. آیا فکر کردین که احتمال داشتن یک کمپین یا یک در واقع هماهنگ شده تمامی خانواده ها برن و این فشار رو بیارن که هرچی زودتر شاید مرخصی رو بشه گرفت؟ بله حتما، اگه هرچی خوب فشار بیشتر باشم مجبور میشن به ما جواب برن. خانواده زیادی میان اونجا. امروز خود من که تو دادسرا بودم، خود معاون دادگاه ناظر در زندان اومد گفتش داره من دارم لیست اسامی رو تهیه میکنم، اونایی که برای خطی شاملی شده که میفرستم دادستانی، نتیجه رو بعد دادستانی اعلام بکنه که آیا به اینا مرخصی تعلق میگیره یا نه. دیگه دست من نیستش. با وجود اینکه قوه قضاییه این بخشنامه رو داده و گفته که شامل همه زندانیا چه امنیتی چه سیاسی، اونایی که محکومیت تا 5 سال دارن رو میشه، با وجود این و اینا دارن میگن ما داریم از سامیر میترسیم دادستانی، دادستانی تصدیل میگیره که آیا به این زندانی هم مرخصی تعلق میگیره یا نه. بعد دادستانی به خود زندانی ایمان میکنه، حالا زندانی ما تماس میگیره به خانوادش که مراحل بعدی ما انجام بدیم. ما هنوز نمیدونیم تکلیفمون رو مشخص نیستش که با این شرایطی که هر روز داره تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر میشه به اینا مرخصی تعلق میگیره یا نه. با این شرایط حتی من میخوام برم بهتر پیگیر وضعیت بشم ببینم وضعیت چجوریه. آقا از اینجا نمیگیم نیاد با این شرایط، دکتراش گفت جمعیت زیاد، خب میگم نمیشه نیام که بالاخره باید به ما جواب بدن که شرایط شما بدتر از شرایط ما. خب ما خونه هستیم، بیرون نیستیم، شما با امکانات کم و محدود با تغذیه نامناسب با بهداشت نامناسب داریم زندگی میکنیم توی محیط کوچیک، شرایط شما بدتر از شرایط ماست. باید مسئولین باید به ما جواب بدن که چرا دارن تعلق میکنن، چرا مرخصیشون رو نمیدن با وجود اینکه قوه قضاییه خودش بخشنامه کرده که به اینا تعلق میگیره، چرا جواب ما رو نمیدن؟ چرا به من تازه امروز میگن به هفته دیگه مشخص میشه که آیا اینا مرخصیان یا نه؟ بله بسیار سوال به جای هست. ما پیگیر این قضیه هستیم، ما پیگیر هستیم، از دوباره هم میرم پیگیری میکنم، حتی قدم که با این شرایط سخت هستش که تا اونجا که من تا الان تا اونجا که تونستم تا از خونه بیرون نداشتم، ولی دیگه به خاطر پیگیری قضیه مرخصی مجبورم برم دادسرا. دیروز رفتم، امروز رفتم، حالا فردا که میدونم جوابی بهشون نمیدم پس فردا دوباره مراجعه میکنم ببینم بالاخره نتیجه چی شد، چرا جواب ما رو نمیدن، دنبال چی هستن. باید خدایی نکردم که زندان یا اتفاقی پیش بیفته یه نفر بگیره دیگران رو مبتلا بکنه بعدا
که چاره ای بکنن. بسیار مورد قابل فهمی هست و این نشون میده که شما چقدر در عذاب هستید در بیرون، که هم باید شرایط دوری از جعفر و به هر حال به عنوان خانواده‌ای که عزیزشون در زندان هست تحمل بکنید، هم سختی های زندگی رو و هم شرایط مثل این که خود شما هم بیشتر در خطر هستید. به هر حال آرزومندیم که هرچه سریعتر این وضعیت به نفعی که آزادی تمامی زندانیان حتی غیر سیاسی ها منجر بشه، چون این موضوع متاسفانه دامنگیر همه خواهد شد، و امیدواریم که شما هم همیشه موفق باشید و دنبال میکنیم که خبرهای خوب رو از شما بشنویم. ممنون، خیلی ممنون، مرسی. ما دنبالش هستیم، پیشش هم هستیم که دوستا به ما جواب بدن، چون کرونا چیزی لازم نیست. این وقتی که دیگه نخست یه نفر مبتلا میشه دیگه همه مبتلا میشن. ما که میگم تو بیرون هستیم، امنیت نداریم، نگران هستیم، تا اونجایی که سعی میکنیم پامون از خونه بیرون نمیذاریم، حالا چه برسه اونا که تو زندان هستن. هیچ گونه امکاناتی ندارن، ماده ضد عفونی کننده نیست، اصلا زندان رو ضد عفونی نکردن. امکانات مواد ضد عفونی کننده در اختیار اینا بذارن، بگن حالا شما از اینا استفاده کنید، هیچ امکاناتی اینا ندارن. دیروز یه نفر مریض بدحال داشتن یا مسلم بوده، آقای از این جمعه امروز میگفت یه مریض بدحال مسلم داشتیم، حالا کرونا نبوده، مریض بوده، میگه ما هر کاری کردیم اینا شب ما اعزامش کنیم به بیمارستان، ما نتونستیم. با وجود اینکه این شخص میگه خون بالا آورده بود، ما امروز با سرصدا میگیم موفق شدیم که این شخص رو منتقل کنیم به بیمارستان. کدوم رسیدگی پزشکی نیست؟ اگه یک نفرم مبتلا بشه رسیدگی نمیکنن. خیلی نگران هستیم با این وضعیت که ساعت کجا مثلا الان شاید اصلا اینا مبتلا شدن، امکاناتی نیست که تشخیص بدن که اینا مبتلا شدن یا نه. و این نکته مهمی هست، بله، که مشخص بشه که اصلا این و پیشگیری خود سربازها میتونه یکی از مواردی باشه که بتونن بیماری رو به زندان منتقل بکنن، و به هر حال اینا مواردی است که بسیار جدی هستش. خانم عظیم زاده خود کارمندای زندان هستن که به بیرون و داخل زندان اینا در حال رفت آمد هستن، ممکن هستن یکی از همین کارمندا مبتلا بشه، چون ما که نمیدونیم الان چه اصلا خود من که الان دروغ دارم میگم داخل خود من الان مبتلا شده باشم، من که نمیدونم الان من مبتلا میگیم هستن یا نه، شرایط اونا هم همین شکلی، اونا هم که خبر ندارن، همه هم که تمام 12 نفر توی اتاق کوچیک دارن به همدیگه زندگی میکنن. فقط میشه متقاعد بدهونی کرد، اصلا هیچ موادی هم در اختیار اونا نداشتن، کاری نمیشه کرد که. فقط ما نگران هستیم که هر چی زودتر، با وجود اینکه این بخشنامه اومده زودتر، اینا رو مرخصی بفرستن، هر چی تعداد کمتر اونقدر به نفع دیگر زندانیا هست، یه کمی هم خانواده خیالشون راحت میشه، دستاوردهای ما هم کمتر میشه. ما الان مجبوریم به خاطر اینکه جواب بگیریم هر روز بلند شیم بریم داستلا. بسیار منطقی، بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. امیدواریم که هرچه سریعتر امکانات فراهم بشه و آقای عظیم‌زاده به همراه دیگر زندانیان از زندان آزاد بشن. از وقتی هم که شما به ما دادین بسیار سپاسگزاریم، براتون بهترین ها رو آرزومندیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و صحبت کردین و مشکلات ما رو مطرح کردین. مرسی از شما. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل
رسیدی آسان.